سلام دوستان خب تو این جلس... تو جلسه قبل ما در خصوص مدل سازی خطی صحبت کردیم و با هم دیگه یاد گرفتیم که چطور یک مدل خطی رو ایجاد میتونیم بکنیم حالا میخوایم یه مقدار مثال کاربردی تو این قضیه رو نگاه بکنیم و ببینیم که مدل خطی چطوری میتونیم واسه یک سری مسائل واقعی که چالش های زمونه ما هستند این چند تا مثال کوتاه فقط به اینا در واقع ختم نمیشه حدودا چند تا مثال رو میزنیم ولی به صورت هر جلسه یک مثال که بتونیم بهتر متوجه بشین این مثال ها یه جوری چالش من در نظر گرفتم چون به یک مدل خطی پایان پیدا نمیکنه و در واقع اینا ساده شده یه یک سیستم هستن تا مدل خطی و خب اون مدل خطی رو حل کردن و توی مثلا بودن 60 سال پیش 70 سال پیش ازش استفاده میکردن اما الان که کامپیوترها ها پیشرفته تر شده قدرت حل بیشتر شده سیستم ها نیز به واقعیت نزدیک مدل ها هم به سیستم ها نزدیک تر شدن به واقعیت نزدیک تر شدن و حل اونا پیشیده تر شده و مدل هم سنگین تر شده اما مفهوم،, مفهوم اون مسئله و اون چالش یکیه برحال و همینطور بست پیدا میتونه بکنه یکی از چالش هایی که حالا در حال حاضر میخواییم کار کنیم تخصیص کار هستش در واقع این تخصیص کار یک مبحث خیلی بزرگیه که حتی یک رشته دانشگاهی در مورد اون قضیه زمانبندی و توالی کارها اسکجولینگ در موردش وجود داره و خب تزهای دکتره بسیار زیادی تو اون زمینه ارائه شده در حال حاضر توی جهان خیلی ازش استفاده میکنم و خصوص باسه مکانیز سازی یک خط تولید اینکه چه دستگاهی تو چه زمانی چه کاری رو انجام بده و ترتیب کارها به چه شکل باشه واسه اون دستگاه و فرض کنین که خب جاب شاپ میتونه باشه یا اینکه حتی اتوماسیون شده باشه اون کارخونه و اصلا انسان دخیل نباشه و ربات بخواد اون کار رو انجام بده و تصمیم گیری ها رو ربات ها انجام بدن اونجا و انسان به صورت ناظر باشه خب این چالش تخصیص کار در واقع تخصیص یک سری منبع به یک سری کارها هستش خب که توی یک زمان مشخص این کار رو میخوایم انجام بدیم یعنی چی یعنی من یک سری منبع دارم مثل یه سری ماشین مثل باند فرودگاه مثل کارگران ساختمان یه سری منابع دارم منابع انسانی میتونم باشم منابع دستگاه میتونه باشه هر منبع دیگه ای میتونه باشه خب یه سری منبع دارم و یه سری کار دارم این کارها رو این منابع باید انجام بدن من این کارها رو که منابع باید انجام بدن باید به اینا تخصیص بدم بگم چه کسی چه دستگاهی چه کاری رو انجام بده توی فرودگاه میدونین الان خطوط هوایی یکی از بیزیترین خطوط ها هستن که خیلی رفت آمد فرودگاه ها زیاد هستش مثل فرودگاه فرانکفورت خب تو اونجا وقتی که یک هواپیمایی میخواد فرود بیاد یا پرواز کنه باید باندی با خالی باشه و این باند رو در واقع باید تخصیص بدیم باسه پرواز یا فرود انسان اگر بخواد این کار رو انجام بده تا الان همینطور تصادف هواپیمای با شاهدش بودیم چون خیلی تعدادش زیاده و اینا رو باید بر اساس یه سری میارها تنظیم میکنه بر اساس زمان در دست فرض کنین پرواز من قرار ده دقیقه طول بکشه از اون طرف یکی دیگه هم میخواد بیاد بشینه دو دقیقه طول میکشه خب اینا میخوانن به همدیگه دیگه اگه بخوان همزمان بشینن و پرواز کنن خب خیلی چیزها رو باید در نظر بگیره که ذهن انسان با توجه به اینکه تعداد پروازها یا تعداد اون موارد خیلی زیاد میشه نمیتونه در آنها واحد تصمیمات درستی بگیره و فقط هم زمان نیستش معیارهای خیلی زیادی تو اونجا دخیل میشن که همه رو باید با هم در نظر گرفتش و خب انسان نمیتونه خیلی جاهای اینا رو در نظر بگیره بخاطر خاطر از مدل ریاضی استفاده میکنن و هدف اون حالا میتونه کمینه زمان تولید باشه کمینه سازی تاخیر باشه ولی در واقع ما خیلی جاها از تا به هدف استفاده میکنیم که بهترین حالت رو واسه تخصیص منبعمون استفاده بشه و حالا میتونیم هزینه در نظر بگیریم که میخواد کمی سازی بشه یا زمان اینجا یه مثال کوچیکی رو گذاشتیم که بتونیم با مسائل در واقع تخصیص و زمانبندی آشنا بشیم توی این مثال فرض میکنیم ما رفتیم توی یه کارخونه ای این کارخونه کارخونه فولادسازی سازی هستش اونجا ما به عنوان یک مهندس حالا صنایع یا در واقع مدیر فرایندها یا مدیریت فرایندها یا بهبود سازی رفتیم با اون عنوان رفتیم تخصص بهبود سازی وقتی که شخصی با این عنوان میره به منظور بهینه سازی و به منظور بهبود میره اونجا کسی نمیاد بگه آقا من مشکلم چیه بیا تو رو خدا بهبود بده تو اون وضعیت دیگه وضع کارخونه خیلی خرابه که بگه تو رو قرآن من رو بیا بهبودم بده خب دارم ورشکست میشم شما وظیفت اینه که بری ببینی مشکلات و چالش ها کجا هست و اونا رو پیدا بکنی و بهبود رو بدی شماست که باید برین سوال ها رو ایجاد بکنی نه باید برین بگین خب سوالتون چیه باید ایجاد بکنی. باید بگین چرا اینجوری انجام میشه چطور انجام میشه مشکلت کجاست دردت کجاست اینجا میتونیم بهتر انجام بدیم زمان رو کوتاهتر بکنیم این شخصی که داره این تصمیمات رو میگیره میتونیم با کارایی بهتر و اثر بخشی بهتر با مدل ریاضی این کار رو انجام بدیم به صورت خودکار این کار رو انجام بدیم و غیره خب فرض کنید شما حالا رفتیم توی یه کارخونه فولادسازی خب این کارخونه فولادسازی رو که میبینیم خب میبینیم محصولات مختلفی داره تولید میکنه اما هر دفعه یه سری محصولات به نام در واقع میلگرد که اونجا داره تولید میشه با چهار سایز متفاوت سایز کوچیک که میگیم یک سایز متوسط دو سایز بزرگ سه و خیلی بزرگ که سایز محصول چهارم میشه اینا رو ما باید باسه هفته پنجاه ساعت زمان دارین فرض کنین که باید در هفته اینقدر تولید بشه واسه شون. من یه ذره خود این سوالم الان تغییر دادم وقتی که میخواستم با تون صحبت کنم این سوال رو در واقع ما رفتیم توی کارخونه بررسی رو انجام دادیم اومدیم یه سری اطلاعات کشیدیم بیرون و گذاشتیم اینجا نوشتیم و ساده کردیم محیطمون رو محیطمون محیط در واقع سیستممون ساده سازی کردیم با این اطلاعات هر هفته رو کردیم گفتیم اوکی واسه یه هفته انجام بده مدلمون رو در و میتونیم هر هفته این کار رو تکرار کنیم من باید محصولات دیگه رو تولید کنم توسط این دستگاه ها و این زمانی که تو هفته دارم فقط با اینا 50 ساعت میتونم خالی داشته باشم که این محصولات رو تولید کنم بقیه‌اش رو محصولات دیگه تولید کنم یا رفتم اجاره کردم هر چیزی پس یه محدودیت دیگه در نظر گرفتم و من اونجا رو ساده کردم مقدار هزینهشون رو اومدن به ازای هر دستگاه وقتی که داره کار میکنه در بر اساس مثلا یه سری پارامتر حالا برق یا گازایی خب فرض کن گازایلی هستن داره کار میکنه ده تاش رفته واسه گازایل ده تاش رفته واسه استلاکی که داره خب و ده تاش مثلا رفته واسه نیروی کاری که گذاشتیم اونجا بالا سر دستگاه میخواد این سی تا هزینه و این یکی رو به صورت دیگه این هزینه ها رو خیلی وقت دقیق نمیتونیم در بیاریم مثلا رو دقیق نمیتونیم در بیاریم اما این ده خیلی کوچیک میشه پس نیاز نیست اینقدر دقیق در بیاریم به صورت مهندسی درش میاریم ببینید یه تفاوتی بین ریاضی و مهندسی وجود داره اینکه مهندسی میتونه دقیق دقیق هم نباشه میتونه تخمین بزنه حدس بزنه این عدد رو بذارم اونجا و این حدس خیلی کوچیک اینجا میتونه تغییر خیلی چندانی نداشته باشه اگر من اینو ده بذارم یا نه بذارم پس خیلی نمیخواد اونقدر خوبمون رو اذیت بکنیم خیلی سر مسائل دیگه چون مهندسی داریم میریم جلو و اون رو داریم تبدیل میکنیم به یک مدل ریاضی که حلش کنیم خب من توی این بازه به ترتیب هر کدوم هزینه ها مشخص شد میدونم چند ساعت میتونم ماکسیموم ازشون استفاده کنم چقدر تولید باید داشته باشم و یه جدولی هم اینجا به تونستم در بیارم که بگم هر ماشین در هر ساعت چقدر میتونه تولید کنه از هر کدوم از این محصولات من نرخ تولید ماشینم در ساعت رو میتونم در بیارم خب و این 350 میدونیم که خیلی از ماشینا فیکس تو یک ساعت 350 تا نمیده که تخمین زنیم به طور میانگین در اکثر مواقع این رو میده اما احتمالی نیومدم اینجا بذارم اومدم عدد ثابت گذاشتم که مدلم ساده تر بشه و راحت تر بتونم حل کنم حالا 351 باشه شاید زیاد با سنم فرقی تو ساعت نداشته باشه خب پس میتونم ازش چشم پوشی کنم خیلی جاها ما باید چشم پوشی کنیم تا مدلمون ساده بشه تا بتونیم حلش کنیم و اون حل هم تازه واسه فایده رو داشته باشه اگه خیلی ساده کنیم خیلی ساده کنیم و حلش واسه فایده نداشته باشه که خب نمیشه به دردمون نخورد اما اگه خیلی هم دیتیل بریم شاید دلتر تر در بیاریم اما تفاوت چندانی با همین مدل هم نداشته باشه پس ما باید یه تعادلی رو اینجا به دست بیاریم و ایجاد کنیم که اون بر اساس تجربه توی مدل سازی تجربه کاری به دست میادش و باید انقدر مدل مختلف سعی خطا کرده باشیم راه دیگه هم. تا بتونیم مدل مناسبی رو در و حلش کنیم تو زمان مناسب حلش کنیم و به صورت اثر بخش ارائه بدیم خب حالا تو اینجا من میدونم در هر ساعت چقدر از اینا میتونم تولید کنم مثلا اینجا علامت سوال نداره که بگه آقا اینو واسه من درست کن خب ما باید بدونیم چطور میتونیم این... بتونیم بفهمیم که چطور به این کارخونه کمک کنیم خب چطور میتونیم کمک کنیم اولین چیزی که هستش آقا اینجا هزینه داریم من باید به تو کمک کنم که هزینهات مینیموم بشه خب پس میدونم که مثلا کمینه سازی هزینه است خب دومین چیزی که هست من ساعت تولید دارم خب من میدونم اگر یک ساعت تولید کنم 350 تا از این میگیرم اگه یک ساعت هم از این تولید کنم 200 تا میگیرم فرض کنین من توی این 50 ساعت همه رو از ماشین بزرگ از ماشین A استفاده کنم که میلیارد بزرگ رو بزنم یعنی 50 تا 200 ساعت میشه ده هزار تا تو تولید از حالت بزرگ که سه هزار هم تازه زیاده خب این ماشین ای من کمترین هزینه هم داره من میتونم کاری بکنم که آقا هم ده هزار تا از این بزنه به طور مثال هفت هزار تا اینو پوشش بده ببخشید و بیا سه تا هم از این بزنه اما آیا مناسب این کار ما باید بیایم ببینیم اون ماشین آب بیشترین تولید رو از محصولی داشته باشه که تو بقیه گرونترینه خب و بقیه کمتر میتونم بزنن یا بیشتر میتونم بزنن پس باید ما حالت مختلفی رو داریم واسه تولیدمون که باید در نظر بگیریم و من میتونم بیام بشینم خب دونه دونه از اینا رو حساب کنم و ببینم هر کدوم چقدر تولید بکنن اما این دونه دونه حساب کردنه سخته اگر هر هفته بخوام این کار انجام بدم پس یک مدل ریاضی در میارم که یک بار اون سختی رو بکشم اما هر هفته با یه زدن یه دکمه میتونم راحت محاسبش کنم و بدونم هر محصول چقدر تولید کنم و اگر اینا عوض شد مدل من دیگه فقط عدداش و پارامتراش عوض میشن یا یعنی اینا عوض شد فقط باید جایگذاری کنم دیگه کلا از اول نمه حلش کنم پس گفتیم کمینه سازی هزینه هستش که میخوایم تولید کنیم باید بگیم هر ماشین کدوم یکی از اینا رو باید تولید کنه خب؟ تو؟ یعنی اینا کار هستن اینا منابع من هستن من باید بگم این منبع به کدوم ماشین تخصیص پیدا بکنه و این ماشین چند ساعت باید از این محصول من بزنه چند ساعت باید کار کنه که از این 50 ساعت بیشتر نشه مثلا این اگه 50 ساعت کار کنه این 10 ساعت کافی شه بیشتر هم کار کنه خب پس اینجا من باید تعریف کنم که هر ماشین من چند ساعت باید زمان بذاره که این محصول من رو تولید بکنه و این ماشین من چند ساعت باسه این زمان بذاره و چند ساعت باشه این چند ساعت بسه این و همین ترتیب باید باسه ماشین دومم تعریف کنم چند ساعت میلگرد کوچیک بزنه چند ساعت متوسط بزن و چند ساعت بزرگ بزن و چند ساعت خیلی بزرگ بزن که از 50 ساعت بیشتر نشه و تولیدم به این مقدار هم برسه و هزینه هم کمی بشه خب پس من میام اینجا خلاصه سازی میکنم دوباره میگم هدفم چی بود کمینه سازی از این تولید بودش به طوری که حداقل میلگرد من تولید بشه و ماشین های من هم بیشتر از اون حد اکثر ساعت کاری در کال کار نباشن پس من اینجا چی رو میخوام تعریف کنم چیه من متغیره میزان تولید ساعت کار کردن هر ماشین من هر ماشین من چند ساعت کار میکنه این الان متغیر من هستش که هر ماشین من چند ساعت کار بکنه اینجا ایکس من پس میخوام اون میزان ساعت هر ماشین رو اگر ماشین ها رو با آی نشون بدم یک دو سه ماشین یک ماشین دو ماشین سه به طوری که ماشین یک ای بی این سیه برفرس خب و هر ماشین من ماشین یک چقدر چند ساعت باید کار بکنه که میلگرد یک رو تولید کنه توی میلگرد یک یعنی جی من اگر جی رو بگیریم یک دو سه و چهار پس من چند ساعت ماشین یک من باید کار کنه که میلگرد یک من رو تولید کنه برای میلگرد یک من تولید کنم و چند ساعت باید برای ماشین یک من برای میلیارد دو کار کنه و ماشین یک من چند ساعت برای میلگرد سه کار کنه و ماشین یک من چند ساعت برای میلیارد چهار باید کار کنه به همین ترتیب واسه ماشین دو من چقدر چند ساعت برای ماشین میلگرد دو در حال کار باشه چند ساعت برای میلیارد ماش... میلگرد دو و, میلیارد سوم و میلیارد سو چهارم و, و همینطور برای ماشین سوم پس من باید چند تا عدد رو تعریف کنم 15 تا عدد مختلف باید تعریف کنم میتونن اینا صفرم باشن میتونن همه اون پنجاه ساعت هم باشن اما مجموعه اینا بیشتر از پنجاه ساعت نباید باشه میدونیم گفتیم حتی اکثر نباید بیشتر از پنجاه یعنی کل ماشینه من برای تولید همه میلیارد من بیشتر از پنجاه ساعت نباید کار کنه پس من این 15 تا متغیر رو باید عدداش بین بازه صفر تا 50 ساعت تعریف بکنم خب بریم مدلمون رو بسازیم گفتیم هدف اون مینه سازی از این تولید بود هزینه تولید به چه شکل بود یعنی میزان ساعت کار کردن ماشین یک ماشین دو و ماشین سه درسته ماشین یک اگر هر چقدر کار بکنه به زه هر ساعت باید سی دلار بدیم ماشین دو باید 50 دلار بدیم ماشین سه باید 80 دلار بدیم خب یعنی چی ماشین یک چند ساعت کار کنه میزان ساعت کار کردن ماشین یک در واقع مجموع زمانی هست که داره واسه تولید هر میلگرد میذاره یعنی میزان ساعت کار کردن ماشین یک برای تولید میلگرد یک ماشین یک برای میلگرد دو و ماشین یک برای میلگرد سه مجموعشون دیگه مجموع زمانی هست که داره واسه اینا میذاره پس جمع اینا که من از استفاده کردم که کوتاهتر بشه در واقع اینجا اومدم گفتم زیگمای یک تا جی یک تا چهار یعنی محصول یک من محصول دو من سه من و چهار من برای ماشین یک یعنی مجموع زمانی که داره ماشین یک کار میکنه که محصولات مختلف رو تولید بکنه در کور هر چقدر کار کرد سی دلار هزینه داره و به اعضای ماشین دو هم همینطور اینجا اومدم گفتم مجموع زمانی که ماشین دو من داره میذاره واسه تولید میلیارد یک دو سه و چهار جی مثلا یک دو سه و چهار و همینطور ماشین سه پس این همه 15 تا متغیر من هستم که با هزینه های متفاوت گفتیم اینا رو دست بندی کردیم به طریق زیگما هم اینا رو کوچیک کرد پس من میخوام هزینه تولیدم مینیموم بشه کم کمترین مقدارش رو به دست بیارم زد من که تا به هدف من باشه مساویه با این که میخوام مینیمومش کنم به طوری که به طوری که حداقل حد میزان میلگرد مورد نیاز من تولید بشه یا من به ازای میلگرد یک بعد دوازده هزار تا میلیگرد کوچیک دوازده هزار تا آخر هفته داشته باشم میلگرد دوم منم هم همینطور میلیگرد سوم منم هم همینطور میلیارد چهارم منم همینطور به ازای هر کدوم باید حداقل بیشتر از اینا تولید کنم حداقل اینقدر باید تولید کرده باشم پس باید بیشتر از اینا تولید کرده باشم و پس من میبینم چهار تا محدودیت دارم به ازای هر کدوم از محصولاتم یه محدودیت دارم که آقا میگم ماشین یک هر چقدر کار کرد هر ساعت به این تعداد ساعت میتونه کار کنه اگه سه ساعت تولید کرد از محصول یک ماشین دو اگر مثلا 5 ساعت تولید داره کار میکنه و این اگر 6 ساعت داره کار میکنه زب داره اون بازه اون نرخ تولیدش میشه یادتون اینجا یه جدول داشتیم این جدول من نشون میده که ماشین یک برای تولید محصول یک من در هر ساعت 350 تا داره تولید میکنه اینجا من میتونستم تشخیص بدم که آقا این یعنی x یک, یک من یعنی ماشین یک برای محصول یک چند ساعت کار کنه؟ یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هر ساعت که کار بکنه ضبط داره 350 میشه یعنی هر یک ساعت 350 تا از این محصول یک من میده بیرون پس اینجا من میتونم بگم که 350 تا x یک, یک من این میزان ساعت دیگه زب داره 350 تا هر یک ساعت 350 تا دو ساعت دو ضرب در 350 تا سه ساعت سه ضرب در 350 تا و به همین شیوه ماشین دو هر چقدر کار بکنه نرخش ضرب در 560 میشه ما اینجا به ساعت داریم در میاریم دیگه اگه 5 ساعت کار کنه میشه 5 ضرب داره 560 یه ساعت کار کنه میشه 560 میلگرد کوچیک و همینطور باشه برای ماشین سه 850 تا نرخ داره و جمع اینا هر چقدر در کل ماشین یک دو و سه تولید بکنه مجموعشون باید در آخر هفته بیشتر دوازه هزار تا باشه پس این به طوری که حداقل میزان میلگرد تول من تولید بشه اول میام میگم اوکی که از هر میلگرد چقدر باید تولید بشه از میلگرد یک باید دوازه هزار تا تولید بشه پس باید بیشتر از این تولید کنم چون حداقل دارم اینجا حداقل اینقدر باید باشه پس باید بیشتر از این باشه حالا در مجموع چقدر میتونم تولید کنم چقدر میبینم ماشین یک من میتونه تولید کنه چقدر ماشین دو من باید کار بکنه و چقدر ماشین داشت چقدر ماشین دو من داره کار میکنه و چقدر ماشین سه من داره کار میکنه داره کار میکنه برای تولید محصول یک نه محصول دیگه ای خب چقدر ماشین یک برای محصول یک تولید داره کار میکنه چقدر محصول ماشین دو من واسه محصول یک من داره کار میکنه و چقدر ماشین سه من برای محصول یک من داره کار میکنه هر چقدر داره کار میکنه هر ساعت هر تعداد ساعت که داره کار میکنه این ضبط داره 350 میشه چون 350 تا میلیارد داره تولید میکنه در ساعت اینم همینطور 560 تا اینم داره 850 تا میشه مجموع تولید من باید بیشتر از دوازه هزار تا بشه که اینجا گذاشته بود و به همین شبه واسه بقیه ماشین ها هم اینجا محاسبه میکنیم معادلش رو اینجا مینویسیم معادلش رو که میشه یک مجموعه معادله که این به رو ارضا میکنه و میگه حد من وقتی اینا رو برآورده کنم مطمئنم که بیشتر از اون مقدار حداقل ها دارم تولید میکنم اگر ساعت ها رو طوری تعیین کنم که تو اینا صدقه بکنه پس باید میزان ساعت من تو این معادلات صدق کنه تا من مطمئن شم که اون حداقل تولید من داره برآورد میشه و اما حد اکثر محدودیتی حد اکثر زمانی که داشتیم گفتیم به طوری که ماشینا بیشتر از اون حد اکثر ساعت من کار نکنن پنجاه ساعت بود دیگه یعنی مجموع زمان کار کرده من بیشتر از 50 ساعت نشه این معادله رو من الان اینجا اشتباه نوشتم چرا چون اینجا داره نرخ تولید رو ضرب در x 1 میکنه نرخ تولید رو داره ضرب در x 12 دو میکنه پس این داره میزان تولید رو نشون میده این مثلا داره دو ساعت کار میکنه ضرب در 350 میشه و این میشه چقدر میشه 700 تا 700 تا میشه نه 700 زمان اصلا دارم واحد رو عوض میکنم پس این الان غلطه خب من مجموع ساعتی که کل دستگاه هم، بخشه، هر دستگاه هم داره کار میکنه نه باید بیشتر از 50 ساعت باشه درست دارم میگم هر یک از ماشین ها بیشتر از 50 ساعت نمیتونن کار کنن رو میتونم 50 ساعت در هفته کار گرفت پس مدت زمانی که پس این اشتباهه گفتم پس حالا باید بسازیمش چطوری بسازیمش میگم مدت زمانی که ماشینی که من داره کار میکنه یعنی کدوم ماشینی که من داره کار میکنه واسه تولید محصول یک من به اضافه ماشینی که من داره کار میکنه واسه تولید محصول دو من ماشین یک من داره کار میکنه واسه تولید محصول سه من و ماشین یک من داره کار میکنه واسه تولید محصول چهار من این باید کوچیکتر مساوی پنجاه باشه نه باید مساوی پنجاه هم باشه آقا لزومی نداره همه پنجاه ساعت رو بشین ماشین من کار بکنه که ولی ماکسیموم میتونه 50 ساعت کار کنه پس باید کوچیکتر مساوی پنجاه ساعت باشه و همین کار رو باید با سه ماشین سه من بکنم ماشینه دو من بکنم ماشین دو مقدار میزان ساعتی که داره واسه تولید محصول یک من کار میکنه به اضافه مجموع زمانی که داره واسه تولید محصول دو من کار میکنه به اضافه مجموع زمانی که داره واسه محصول سه من کار میکنه به اضافه مجموع زمانی که داره واسه محصول چهار من کار میکنه کوچکتر مساوی پنجاه باید باشه خب و در نهایت باسه ماشین سه من مجموع زمان هایی که داره واسه محصولات یک دو سه و چهار کار میکنه باید کوچکتر مساوی پنجاه باشه پس این باید جایگزین جایگذاری، این معادله بشه و اینو بذاریم جاش خب او. اون وقتی که میتونم تضمین کنم که هیچ کدوم از ماشین های من اگر تو اینجا میزان ساعت کار کردن باسه تولید هر محصول من تو این معادلات صد کنه بیشتر از 50 ساعت نخواهد شد و اگر در مجموع این دوتا صد کنه مقدار ساعت کار کرده هر کدوم از این ماشین ها برای تولید هر کدوم از محصولات تو این مجموع معادلات صد کنه مطمئنم که حداقل میزان میلیارد من تولید خواهد شد و مجموع ساعت کار کرده محصول... ماشینای من کمتر از اون بازی خواهد بود که محدودم و اگر در حالت این حالا تو این مجموعه معادلاتی که من دارم تو کل این معادلات میخوام اون اعدادی رو تعریف بکنم یعنی بین هر اعدادی که تو این دوتا صدق کنه من مطمئنم که دارم جواب میگیرم دیگه تو کل این دوتا اگه صدق کنه میدونم دارم جواب میگیرم حالا میخوام اون اعدادی رو پیدا کنم که تو اینا داره صرف میکنه و این زده من کمترین مقدار رو پیدا میکنه یعنی بین یک سری اعدادی که دارم با هر کدوم از این ایکس ها دارم پیدا میکنم اون مجموعی از ایکس ها رو اعلام بکنم که تو این معادله وقتی میذارم کمترین زد رو نسبت به بقیه داره یعنی به کدام از هر کدوم از اینا باید یه جوره برم بگردم ببینم زدشون چقدر میشه و بگم کدوم ترین هستش و اون رو به بگم که حداقل بوده و اعدادی که تو اونجا قرار گرفته اعدادی هست که بهینن خب امیدوارم که مفید واقع شده باشه واسهتون این مثال اول رو خیلی تاکید کردم بوش و خیلی توضیح سعی کردم بدم یه اشتباهی هم اینجا گذاشتم که بگم آقا از پیش تعریف شده نباید بیاین همه کار رو بکنین ممکنه غلط اینجا ایجاد بکنین خب و باید تحلیل بکنین که چطور توی معادلاتون و به های ما ایجاد بشه حالا تو بعدی یه مقدار سریعتر میتونیم پیش بریم ممنونم از توجهی که داشتین یه نکته میمونه این معادلات محدودیت فیزیکی هستش اینو داشت یادم میرفت بهتون بگم خط خطی شد اینجا ببخشید محدودیت فیزیکی حالا اسمشه اما خب x i باید بزرگتر مساوی صفر باشه یعنی چی x i j باید بزرگتر مساوی صفر باشه یعنی اینکه آقا تو ساعت داری تعریف میکنی اینجا میگه هر کدوم از ماشینه من چند ساعت میتونن کار کنن دیگه حداقل ساعتی که میتونن کار کنن صفر دیگه منفی که نمیتونه باشه اما خب ریاضیات که داری صحبت میکنی باید اینو تعریف بکنی بگی آقا اینا باید بزرگتر مساوی صفر باشن یعنی یا صفره یا یک ساعته یا دو ساعته یا یک ساعت و نیمه یا یک ساعت و پنج دقیقه است یا هر چیزی خب پس این باید بزرگتر از صفر باشه این محدودیت فیزیکی من هستش یعنی محیط داره این محدودیت رو واسه من میذاره محدودیت کارخونه من نیستش محدودیت فیزیک و محدودیت محیطیه که میگه تو وقتی داری ساعت تعریف میکنی نمیتونی منفی بذاری و وقتی که داری محیط تو تعریف کنی باید ساعتات طوری تعیین کنی آقای مدل ریاضی که بزرگتر مساوی صفر باشه به تمامی متغیرات خب به تمامی متغیرات باید بزرگتر مساوی صفر باشه که اینجا من متغیر رو گفتم به هر این ای برعکس میشه به ازای هر آی آی عضو یک دو سه و هر جی ج عضوی یک دو سه ایک سایه ج و بزرگتر مسا صفر باشه ممنون از شما خدا نگهد